سلام من داوود هرکه هستم نوازنده ساکسیفون و فلوت خوب امروز میخوام با یک بحث آموزشی خیلی خوب که تجربیات منه تو این چند سالی که ساز میزنم یک ویدیو خیلی خوب رو واسه تهیه بکنم که امیدوارم بدونید استفاده کنید از این ویدیو واسه نوازنده که نوازنده ساکسیفونن و کلارینت این ویدیو شاید خیلی به دردتون بخوره مرسی که پیج من رو دنبال میکنید قبل از هر چیزی اگر که دوست داشتید نکمه سابسکرایب رو بزنید نمیدونم این بره یا اون بر. <applause> و عضو کانال من بشید چون من ویدیو های آموزشی خیلی زیاد رو توی پیجم دارم و ویدیو های تکنوازی مو دارم که میتونید نگاه بکنید و حال دلتون خوب بشه لذتش رو ببرید امیدوارم که کانال من دنبال کنید با من در ارتباط باشید خب امروز میخوام در رابطه با سرساز بستن آنش یا غمیش روی سرساز به شما یه سری مطالب رو بگم که حاصل تجربیات من تو این سی سالیه که نوازندگی میکنم میدونم که خیلی به دردتون میخوره خب یه اشتباهاتی رو که خیلی از نوازنده های سازهای بادی میکنن چه نوازنده ساکسیفون و چه نوازنده های کلارینت قبل از هر چیزی هم بگم که من یک ویدیو آموزشی خیلی خوب در رابطه با آنش یا قمیش گذاشتم که لینک شد در آخر ویدیو میذارم اگر که دوست داشتین اون ویدیو رو نگاه بکنید خیلی به دردتون میخوره در رابطه با آنش های پلاستیکی که من استفاده میکنم با آنش های چوبی که دیگه استفاده نمیکنم توضیحات خیلی زیادی رو دادم که حتما به دردتون میخوره خب در رابطه با بستن آنش روی سرساز امروز این ویدیو رو تهیه کردم خب خیلی اشتباهاتی رو که انجام میدن اینه که یه طوری مثلا آنش رو روی سرساز میذارن که باعث شکسته شدن آنش میشه من خودم همیشه اول این سرساز این بست این هم آنشه که دست منه اول اول بست رو روی سرساز میذارم بعدش از بالا به این صورت آنش رو وارد بست میکنم و پیچاش رو میبندم خیلی اشتباهاتی که میکنن اینه که اول اینطوری میذارن آنشو بعدش بست رو میذارن این باعث میشه که این لبه یک دفعه بخوره روی آنچ و آنچه شما شکسته بشه من تو خیلی از کتاب های ساکسیفون دیدم که اینطوری توضیح دادن ولی خب واقعا اینطوری اشتباه من نمیدونم رو چه حساب اینطوری یاد دادن خیلی از اساتید هم اینطوری یاد میدن ولی خب آدم یه کوچولو فکر کنه یه کوچولو مغزش رو درگیر کنه متوجه میشه که واقعا اشتباه چون تا اینطوری میذارین و از بالا بستو میذارین خب یه آن ممکنه که لبش بخوره بشکنه و بغل ساله میگه که این اشتباهه پس اول بیاین بستو بذارین حالا خیلی راحت بعد اینو از بالا فرو میکنین و بیوندین، پیچار صفر کنید خیلی وقتی که آنش رو گذاشتن روی سرساز بعد میدن که خوش صدا نیست، خوش نفس نیست خب دلیلش اینه که شما اگر که آنش روی سرساز میگذارین باید از اینجا که نگاه میکنید دقیقا حالت یک مثلا تار مو این آنش تر از لبه سرساز باشه یعنی که اگر من اینطوری دست بکشم اون آنش لمس نشه یعنی دادات داده یک تارمو یک کوچولو بیشتر که اگر شما از اینجا رو به آنش نگاه بکنید اون مشکی بودن سرساز رو ببینید اندازه یک تارمو تقریبا بالاتر اگه باشه قطعا که یک کمی پرنفس میشه خوش صدا نیست تر اگه خیلی بذارینش بازم پرنفسه و اینکه خوش صدا راحت سراش در نمیاد اینو میتونید تست بکنید پس استانداردش اینه که یک تار مو آنشه از لبه سرساز پایین تر باشه که اگر دست بکشیم آنش رو لمس نکنیم ولی خب اگه بالاتر باشه دست بکشیم این امکان شکستگیش هم خیلی بیشتر امکان شکستگیش چند برابر میشه که توضیح دادم تو این یکی ویدیو من که با توجه به قیمت بالایی که آنش داره واقعا خیلی باید حواسمون باشه که نشکنه قیمت بالاش هم بذاریم کنار گیر نمیاد یک نکته دیگه هم که بخوام بگم به نوازنده های ساکسیفون و کلارینت این ویدیو به هم نوازنده های ساکسیفون میخوره هم کلارینت فرقی نمیکنه کنه اینه که همیشه بعد از نواختن بعد از اینکه کارتون تموم شد حتما سرساز رو تمیز کنید و این قسمت زیر سرساز که صافه آن روش قرار میگیره رو حتما سعی کنید تمیز کنید سعی کنید که جرم نگیره چون بعضی از رو من دیدم که اینجا جرم گرفته این آنش وقتی روی این قرار میگیره باید فیکس به خواب رو این هیچ گونه آشغالی یا مثلا هیچ گونه کثیفی یا هیچ گونه مثلا نویزی هیچی نباید زیرش باشه چون اونطوری صداش بد در میاد یا اصلا در نمیاد اینو دقت بکنی این همیشه باید تمیز باشه و سیغلی باشه حتی یک جرم کوچیک هم اینجا باشه وقتی این رویش قرار میگیره باعث میشه که اون صدای این غمیش آنچ به راحتی در نیاد و شما عذاب بکشید وقتی ساز میزنید من خودم هم معمولا همیشه بعد از پایان کارم اینطوری تمیزش میکنم حالا یا پارچه‌ای باشه یا نمدی باشه هر چیزی ولی خب اگر دیدم جرم داره اینطوری این, این لبه رو تمیز کن چون این لبه خیلی مهمه تمیز باشه کوچکترین جرم صدای ساز شما در نمیاد این نکاتیه که من با ساز خیلی از بچه‌ها ها میزنم این هم در نمیاد سرسازاشون کسیفه هیچ وقت تمیز نمیکنن. شما سعی کنید همیشه بعد از نوازندگیتون داخل این قسمت رو حتما تمیز کنید خوش بکنید آب توش نمونه چون اینا به مرور زمان باعث کدری صدای ساز شما میشه و شما میگین چرا سازم بد صداست چرا من نمیتونم صدای سازم رو در بیارم و همین راحتی میتونید با تمیز کردن این قسمت خیلی قشنگ صدای سازتون همیشه یا حتی این آنش زیر این آنش هم همیشه باید تمیز باشه یعنی اگر آلودگی کثیفی باشه تخت نمیچسبه روی این لبه سرس روی این زیر سرساز چون خیلی آنشاشون مثلا کثیف آنشاشون مثلا جرم داره وقتی میچسبه به اینجا زیرش بازه مثلا خب این سرایش در نمیاد این باید فیکس هم این لبه همین زیر تمیز باشه هم این زیر آنچ که قشنگ بدون هیچ فاصله ای بچسبه که راحت سرای ساز در بیاد این نکات اگر رعایت کنین خیلی استرس سازتون بهتر میشه و اینکه این نکته دیگه بگم در رابطه با برچسبایی رو که روی سرساز میگذارن که الان روی این سرساز من نیست من اون یکی سرسازم هست برچسبی رو که روی این سرساز میذارن اونم با سلیغه ایه و اینکه من خودم که یک عمر از این برچسب استفاده میکنم چون خیلی راحت تره چون پیشنهاد میکنم به شما که حتما یه برچسب به چسبونید اینجا چون باعث میشه که هم سرسازتون زخمی نشه از دندون سوراخ نشه اینجاهاش و اینکه به نظر من صدا رو خیلی زیباتر خارج میکنه از سرساز چون یه حس خیلی بهتری داره حالا شاید اونطور توی صدا تاثیری نمیدونم نمیشه گفت اونطور توی صدا تاثیری داره ولی اصلا این که دندون بالایی با اینجا یه حس خوبی به شما نمیده شما وقتی اون برچست بذارین دیگه اون چیک چیک دندونتون رو احساس نمی کنید. خیلی مستجمتر مثلا دندون میشینه مثلا دندون بالا روی سرساز که خیلی میتونه اینو کمکتون کنه نکته دیگه که بخوام بگم پس برچسب هم حتما بگذارین تو توی بازار خیلی برچسب هیچ فرقی هم نمیکنه که بهتون بگم برچسب وندورون باشه برچسب ایرانی باشه این قیمت 100 هزار تومانه اون یه میلیون تومانه اون هزار تومانه برچسب برچسب هیچ فرقی نمیکنه اگر که استاندارد رو داشته باشه پولتون علیکی با جای برچسب گرون قیمت ند الان علیکی گرون شده برچسب خب یه نکته دیگه هم که بخوام بگم شاید این ویدیوی من نظر طولانی باشه ولی خب نکات خیلی مهمیه در رابطه, با... در رابطه با اسمش رو یادم رفت بست حالا <applause> ما میگیم بست خب وستای زیادی الان توی بازار هست وستای چرمی وستای فلزی وستای دو پیچ تک پیچ ببینید دوستان عزیز من واقعا هیچ فرقی نمیکنه که شما از چه برچس بستی استفاده میکنید یه بخشش بیزینسه یه بخشش تبلیغاته که متاسفانه خیلی از اساتید رو بهشون میگن که باید برچسب بست چرمی بخری یا بست فلزی وندرون بخری اون باعث میشه صدای ساز نه هیچ تأثیری نداره بست باید خوشگل قشنگ ببنده دیگه این آنشو فیکس به چسبونه به سرساز کارش همینه دیگه کاری اضافی تری دیگه انجام نمیده حالا شما چه چرمی باشه چه تکویچ باشه چه دوپیچ چه برند آمریکایی باشه چه ایرانی باید کارش رو درست انجام بده یه وسط خیلی معمولی وقتی درست ببنده این آنشو به سرساز تموم شد رفتش دیگه شاید من با بند کفشم تست کردم که با بند کفشم بس آنشو گذاشتم اینجا و بستم خیلی راحت سرای ساز در میاد با چسب نواری هم شما ببندی سرای ساز در میاد سرای آنش در میاد این تبلیغاته که چون الان یه بست معمولی وندرون مثلا شده چهار پنج میلیون تومن که چی فقط برنده فقط شرمه مثلا اینا واقعا پولاتونو رو این داستان نکنید ساز بزنید از سازدن تو لذت ببرید اینا مسئله هاشیهیه که متاسفانه خیلی از اساتید چون میخوان بفروشن و پورسانتشون رو بگیرن به شاگردان میگن یعنی که نه بست خیلی مهمه باید بری بست وندرون بخری یا بست فلان برند رو بخری که بتونی صدای سازتو درست در بیاری هیچ به خدا هیچ تاثیری نداره هیچ یعنی اون همون بست استاندارد سازتون هم باشه کارو راه را میدازه اصلا هیچ دقدقه ای نداشته باشید این بست معمولی ساز فابریک منه مال یامه هام هست روی سازمه هشنگ هیچ تغییری هم من چون ما خودمون پول زیاد جای این چیزا حروم کردیم فکر میکردیم اوایل خیلی تاثیر داره ولی واقعا بعد فهمیدم که هیچ تاثیری نداره پس دوستان عزیز پولتون رو علیکی جای بستای گرون قیمت ندین حالا من یک ویدیو دیگه در رابطه با سرساز حتما پر میکنم و چون ویدیوی آموزشی زیاد میخوام بگذارم حتما اون ویدیو رو هم نگاه بکنید که در رابطه با انواع سرساز و اینکه بازم پول زیادی ندین جای خرید سرساز خیلی مطالب خیلی زیادی رو دارم که بهتون میتونم از طریق ویدیو باهاتون در ارتباط بذارم مرسی ممنون که نشستین اینم به همین راحتی گذاشتم ویدیوهای بعدی هم حتما در رابطه با فرم لب و اینجور مسائل حتما در اختیار شما قرار میدم مرسی که تا ویدیو با من بودین منو فالو کنید و پیج منو دنبال کنید مرسی